آیا غرب رو به شکوفایی است یا رو به تنزیل؟ برای هیئت ایالات متحده آمریکا این تشخیص واضح بود. غرب در حال برنده شدن است. ما به صورت جمعی در حال برنده شدن هستیم. ما این کار را با هم انجام می‌دهیم. پامپیو گفت برای اثبات ادعایش سربازان ایالات متحده از سرحد ناتو با روسیه دفاع می‌کنند و نقش رهبری را در شکست داعش دارند. وزیر خارجه آمریکا همچنین مبلغ 1 میلیارد دلار را برای کمک به کشورهای اروپای شرقی به منظور پایان دادن به اتکایشان به گاز روسیه و با هدف تقویت صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده تعهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که ایالات متحده مشغول بازبینی روابط خود با اروپا است و این قاره باید در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد. 15 سال قبل ما فکر میکردیم که ارزش‌ها جهانی است و ما میخواهیم جهان را برای مدت طولانی در تسلط داشته باشیم. و وقتی به افق 10 تا 15 سال گذشته نظر میاندازیم، ما با آجنده‌های دیگر و ارزش‌های دیگر به طور فزاینده به پیش می‌رویم. آن ارزش‌ها در حال ظهورند. مکرون گفت که حالا وقت آن است که یک گفتگوی استراتژیک با روسیه داشته باشیم. وزیر خارجه مسکو در این کنفرانس گفت که حالا وقت ترک فرهنگ تهدید خیالی از روسیه است. اکثر کشورهای اروپایی میگویند که تهاجم روسیه به اوکراین سند خطرات خیلی واقعی است. اما این پالیسی متمایل به چین است که ممکن به حیث بزرگترین انقسام بین ایالات متحده و اروپا ظهور یابد. قانونگذاران آمریکایی هشدارهایی را علیه اجازه دادن به شرکت مخابراتی هوایی چین در خصوص هر نقشی در تکنولوژی 5G تکرار کردند. این موضوع درباره انتخاب استبداد در عوض دموکراسی در خصوص ابرشاه راه معلومات است. تمرکز امسال بر امنیت سایبری بود. مارک زوکربرگ رئیس اجرایی فیسبوک در این کنفرانس در خلال اتهامات مبنی بر اینکه شبکه‌های اجتماعی تسهیلات را برای کشورهایی مثل روسیه و چین برای مداخله در دموکراسی غرب فراهم می‌سازد سخنرانی کرد. ما در درک نوع معلومات و عملیاتی که روسیه و سایبرین در آنلاین استفاده می‌کنند بطی عمل کرده ایم. ما اکنون بیشتر از 1 میلیون حساب کاربر جعلی را روزانه از روی شبکه‌هایمان حذف می‌کنیم. سازمان دهندگان این کنفرانس از پیشرفت دیپلماتیک در سایر زمینه‌ها شامل ملاقات عمومی بین رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان تحسین کردند. نشست‌هایی در سطح مقام‌های عالی رتبه بین لیبیا و سوریه با پیشرفت اندک قابل ملاحظه وجود داشت. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. Thank you.